کرد. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعی کشور کانادا روز دوم تیر ماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حکم بازداشت وی را صادر می کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیر ماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر موجب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرند. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می کند بازداشت وی ضرورت ندارد، ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همانجا از او بازجویی می کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می کند. پنجم تیر ماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می کنند و ساعت 6 صبح روز بعد، یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما می رود و دچار مرگ مغزی می شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می شود. زهرا کاظمی تا روز 19 تیر ماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می گردد. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد که مصاحبه فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعاً مخابره کند. تمامی اطلاعاتی که می‌دهم مستند و دقیق است. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار به دفن سریع وی داشته است. همکاران عزیز، من می دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دستش این اقداماتی بزند، اما روی سخنم با شما. این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعا در این حد باقی نخواهد ماند. نتیجه سکوت یا بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس درباره اقدامات خودسرانه عوامری نظیر سید امامی و مصطفی کاظمی به فاجعه قطعهای زنجیری انجامید و کشور را تا سرحد یک بحران بزرگ پیش برد و ضربه‌ای به حیثیت و اعتبار نظام وارد کرد که جبران آن ممکن نیست. مرگ یک خبرنگار تبعی کشور دیگر در زندان بر اثر ضربه مغزی حادثه‌ای کم اهمیت نیست. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی کرده است. متهم به هنگام فوت در اختیار وزارت اطلاعات بوده است. چرا قاضی مرتضوی اجازه نمی‌دهد وزیر اطلاعات خود درباره علت فوت و اعلام آن بررسی و اقدام کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر درگذشت متهم برای شناسایی عاملان احتمالی مرگ وی دستور به بازجویی و دستگیری بازجویان نمی‌دهد؟ فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌کنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی‌اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست؟ چرا علی‌رغم وجود قضات با تجربه و شریف در قوه قضایی جوانی که سابقه در انقلاب ندارد و احکامش در دوران قضاوت تقریبا بدون استثنا نقض شده است باید به چنین مقامی محسوب شود؟ قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. قاضی مرتضوی به دلایلی که عرض کردم عادل نیست و تصمیمات احکامش درباره اشخاص فاقد اعتبار و غیر قانونی